سلام، وقت بخیر. میریم سراغ سوال بعدی. سوال پراکنده ای، یعنی خیلی به نظرم میاد که این دوستمون که سوال پرسیده برای خودشم خیلی قضیه واضح نبوده. ببین، میگن نحوه استفاده حداکثری از دیکشنری ها و پارافریز کردن جملات، که این دوتا چیز کاملا متفاوتن. بعد ادامه دادن که اکثرا شاید جمله مورد نظرمون تو ذهنمون باشه، ولی ترس از تلفظ اشتباه کلمات اجازه نمیده که بیانش کنیم. این مشکل رو چطوری حل کنیم وقتی شخصی نیست که اشتباهمون رو تصحیح کنه؟ خب اول بریم سراغ اینجا. ببینید، همیشه که یه شخصی هست، بالاخره این همه آموزشگاه و این همه معلم و اینا، این که شما ازش استفاده نمی‌کنید یه بحث دیگه است. ولی حالا اگر اون کارام نخوایم بکنیم، الان دیگه این همه ابزار هست. یعنی شما یه کلمه ای رو بزنید توی دیکشنری، تلفظش رو بهتون میگه. این که ترس دارید که اون یه مشکل روانشناختیه که اصلا کار ما نیست. اون یه بحث دیگه است. ولی فرض کنید که الان فرض در یک ابزاری مثل پای، من اگه اینجا بنویسم که یه جمله بنویسم، من این جمله رو دارم اشتباه تلفظ میکنم. You can always count on me. یه نفر دیدم تو اینستاگرام اینجوری میگه. خب این جمله رو نوشتم و حالا به پای میگم که make a short and easy conversation with this sentence. Okay. Person 1. Hey, I'm feeling really overwhelmed with this project we're working on. Can you help me out? Person 2. Absolutely. You can always count on me. What can I do to assist you? اینجا میتونید person ویساشو عوض بکنید. Thanks. میگیم این یکی بخونه. Person 1. خب. Hey, I'm feeling really overwhelmed with this project we're working on. یکی بخونه. Person 1. انقدر ابزار الان داریم. I'm feeling really overwhelmed with this project we're working on. Can you help me out? بهونه به حساب میاد. Person 2. Absolutely. You can always count on me. همه اینا هست. میتونید از اینا استفاده کنید. نمیخوام بگم What can I do? هوش مصنوعی یا فوق‌العاده‌ان کارتون رو میندازن. خیر، اتفاقا یکی از خیلی وقتا تو اینستاگرام میبینم که بعضیا میگن خیلی خوبن و میتونید به اینا اعتماد کنید. خیر، ببینید اینجا پای خودش نوشته پای می make mistakes, please don't rely on this information. خودش داره میگه که ما اشتباه میکنیم، بعضیا میگن نه نمیکنیم. ولی دیگه در اینجور موارد قابل اعتماده، دیگه داره میخونه یه چیزی رو. یا مثلا همین مکالمه ای که ساخته تا یه حد بسیار زیادی قابل قبوله. حالا من نخوندمش مکالمه رو، الان قابل قبوله. یا شما میتونید به اشکال مختلف از این ابزارها استفاده کنید که مشکلاتتون رو حل بکنید باش. دیگه این سوالات به نظر من سوالات درستی نیست، چون انقدر ابزار هست، انقدر امکانات هست که نمیشه گفت کسی نیست یا چیزی نیست که ما بتونیم مشکلمون رو حل کنیم. این از این نحوه استفاده حداکثری از دیکشنری ها. واقعا جواب خاصی به این سوال نمیشه داد. ببینید، دیکشنری هم یک ابزاره. مثل اینکه فرض کنید شما میگید چون هم رفتید یه وسیله خریدید، یه اره برقی خریدید، میگید نحوه استفاده حداکثری از این چیه؟ خب طبیعتا هر چی بیشتر باهاش کار کنید بیشتر یاد میگیرید. دیکشنری هم همینه. چیز خاصی واقعا در دیکشنری است. فرض کنید من میخوام یک کلمه ای رو سرچ کنم، مثلا میذارم ایبل. خب توی دیکشنری آنکس. خب این توضیحاتشو داره به من میده، تلفظشو اینجا داره به من میده. اینجا میبینید A2 نوشته، یعنی این کلمه در سطح A2. بعضی نکات دیکشنری های مثل آکسفورد، مثلا دیکشنری کمبریج، این امکاناتو نداره. ببینید در رابطه با مسائل گرامریش هم توضیح داده، یه نکات گرامری گفته، مثال اضافه داده. در بخش کالوکیشن ها زدم رفت، ببخشید، کالوکیشن هایی داده، یعنی یه سری اطلاعات دستبندی دیکشنری. چیز خیلی پیچیده‌ای درش نیست که ما بخوایم دیکشنری رو توضیح بدیم یا یه کار آموزشی با دیکشنری بکنیم. چیز پیچیده‌ای در این نیست. اما این بخش مهمیه و جزء مشکلات مهمی هم است، به خصوص کسایی که میخوان برن آیلتس دنبال رایتینگ و اینا هستن. ببینید، ما چیزی تحت عنوان پارافریز کردن به عنوان یه مهارت نداریم واقعا، راستشو بخوام بگم. ببینید، پارافریز کردن از درک عمیق شما از زبان میاد.
وقتی شما میتونید تو زبان فارسی یه مفهومی رو به چند شکل بیان کنید، یعنی عبارتهای بیشتری بلدید، درکتون از اون زبان عمیق‌تره، بهتر میتونید بیان کنید. خب اگر در زبان انگلیسی این درک رو ندارید، طبیعتاً نمیتونید این کار رو بکنید دیگه. تنها راه اصولی، کار غیر اصولی زیاد میشه کرد. فرض کنید مثلا من الان یه تیکه متن ور بیارم، همین بذارید بگم. میگم این کانورسیشن رو پارافریز کن، یه جور دیگه بنویس. این مینویسه، در اکثر موارد هم پر اشتباهه. خب نکته اینه که درک شما از زبانی که باعث میشه شما بتونید یه مطلب رو یا یک مفهوم رو به اشکال مختلف بیان کنید، تنها راهش اینه که یک بک‌گراند خیلی قوی از ریدینگ و لیسنینگ داشته باشید، یعنی مطالب مختلفی رو بخونید، مطالب متنوعی رو خونده باشید و گوش داده باشید. یعنی حافظه شنیداری و به طور کلی اون حافظه شما، حافظه زبانی شما انباشته بشه از اون زبان. هر چقدر بیشتر با زبان انگلیسی در قالب نوشتار و در قالب حالا شنیدار یا محتوای تصویری بیشتر برخورد بکنید، دقیقا مثل فارسی دیگه، فرض کنید یه نفر که تو فارسی میتونه خوب بنویسه، معمولا کسایی هم که خب مطالعهشون هم بیشتره، بیشتر میخونن. توی انگلیسی هم همینه، راه میانبر حقیقتش اینه که من براش بلد نیستم، هیچ وقت هم دنبالش نبودم. اگر دنبال راه میانبر هستید، همین چیزایی که میبینید در اکثر کلاسای آیلتس میگن، یه سری جملات بی سر و ته میذارن کنار هم و همون اوناست. اکثر هم نگاه بکنید 190 هم نتیجه نمیگیرن دیگه، این هم آدم میرن کلاس همشون میان 6-6.5 میشن، بالاخره یه ایرادی یه جایی باید باشه. فقط اینکه اصولی کار کردن معمولا سخته، هر کسی سراغش نمیره. من حواسم نبود اینو قطع کنم، ببخشید، احتمالا رو مخ شما هم رفته. حالا توی ادیت سعی میکنم این تیکه رو حذف کنم، صدای سیستم رو. پس کار اصولیش اینه که شما بیشتر متن بخونید، بیشتر گوش بدید. هر چقدر اون متن‌ها مرتبط تر با هدفتون، طبیعتاً توانایی پارافریز کردن شما هم بهتر. ولی این که برید سینانیم یاد بگیرید، برید انتنیم یاد بگیرید و بعد فکر کنید که حالا این کلمه اینجا اومد، آها من سینانیمش رو بلدم، اینو جاش بذارم، تبدیل میشه به پارافریز کردن، خیر. به نظر من از این خبرها نیست و صرفاً دارید وقتتون رو تلف می‌کنید. اگر چنین ایده ای تو ذهنتون هست که مثلا میشه با یاد گرفتن یه سری لیست و یه سری عبارت و اینا پارافریز کردن یاد گرفت، خیر، پارافریز کردن از مهارت عمیق و درک عمیق شما نسبت به اون زبان میاد. هر چقدر بیشتر متن بخونید، بیشتر گوش بدید، طبیعتا توانایی شما در نوشتن متنوع هم بالاتر میره. خب اینم از این سوال و امیدوارم که پاسخشو گرفته باشید. تا جلسه بعد.